جناب خان پیش ما. سلام عزیزم. سلام رامبوک. دلم برا تنگه. احوالت؟ خندت برا ماهنگه. جون چی گفتی نوش جانم؟ گفتم دلم برا تنگه، خندت برا ماهنگه. از کجا آوردی؟ این سه بار دیگه بگو. دلم برا تنگ، خندت برا آهنگه. آره آقا تعطیل، پاشو وجدانم بخونه. این سبک بازی های ازم اول شروع کرد. افسوس دلت از سنگه؟ خب چشمات پر نیرنگه. اوفه چشمات پر نیرنگه. خیلی قشنگ بود. چطوری؟ رامبد جانم، تماشاگرا رو فرم هستن یا نیستن؟ بله کاملا هستین. همه با هم اینه که ما میگم تکرار کنیم، اینو میگین وی وی. ده برابر صدا میخوام وی وی. یه بار بلند شین بشینین قشنگ، میگم جون دارین یا نه؟ سر پا باشین، بشینین سر پا باشین. ها دست وی. نه جوابه. رامبد، بندر عباس بودم خب و یه سوغاتی براتون آوردم اصیل. بندر عباس اصیل چی هست؟ یک آهنگی آوردم براتون که تا حالا نخوندمش. تا حالا نخوندمش و دیوونه کننده است. وای برو بریم، برو بریم. دستا گرمه؟ بله. پس آماده باشین، روش شپک میخوام. یعنی چی؟ یعنی دست میخوام روش. آها شپک؟ شپک شپک. بر تا بریم. یعنی ما دیونه این ریتم لنگ سنگین بندر عباسی هستم. به خدا پشت باغ مولوی سر لوله هوی، پشت باغ مولوی سر لوله هوی، آدرس خونت شو دادن مهندم تو نخوی، آدرس خونت شو دادن مهندم تو نخوی. یارم هندن از سفر امه که آمین نخبر، یارم هندن از سفر امه که آمین نخبر. هوای بندر چه گرمه نمه رفتم بالایی که پر، هوای بندر چه گرمه نمه رفتم بالایی که پر. دل برمه مکناس با گرمای بندر بساز، دل برمه مکناس با گرمای بندر بساز. اگه ناتونی بسازی تا فرستم به شیراز، اگه ناتونی بسازی تا فرستم به شیراز. ای جونم من. ماشالله جناب خان. ماشالله. ماشالله بندر عباس. ماشالله. موافقی سر پا وایسیم و بندر عباس تشویق کنیم با هم؟ بله. همه با هم سر پا، سر پا. دست بر بندر عباس. دست بر هرمزگان. به به. نمونه ای ریتم لنگ هرمزگانیم. عالیه. رامبد. جانم. اصلا سفر دقت کردی یه حال عجیبی به آدم میده؟ فوق العاده. تو وجدانن میری سفر حال میکنی؟ کی؟ نه جدی. میخوام برنگردم. اصلا دیوونه میشه آدم تو سفر به خدا. ما این مدتی که نبودم رامبد سفر زیاد رفتم. راست میگی؟ اصلا پخته شدم رامبد. یه آدم دیگه شدم. تو آدم با تجربه بودی. بودم. بودم ولی بیشتر شدم. بودم ولی بیشتر شدم. میفهمم. میگم بودم ولی بیشتر شدم. عزیزم دارم تاییدت میکنم، تشویقت میکنم. نه سرت یکم رفت بالا، فکرم داری تکذیب میکنی. نه اینجوری بودم که آفرین. رامبد یعنی پاسپورتم بیارم به خدا یک صفحه خالی نداره. نه بابا پرش مهر الان پرش یعنی هی رفتی سفر کشور خارجی جای مختلف چینگن مینگن شرق آسیا غرب آسیا شما اروپا آمریکای جنوبی کنکاکا تمامش الان ویزاست. رامبد میخوای چند تاشو برات بگم؟ بگم چه اتفاقاتی افتاد؟ من خیلی هیجان انگیزه. ما که میدونی اکثر بیزینسون با کره است. قبلا هم که دیدی دیگه. آره زیاد رفتیم و کره و اون. نمیدونم چرا بیشتر بیزنست با کره. نمیدونم ما خودم هم نمیدونم چون اکثر سوسون دو سوسون دیاس و آها بله سون سی دو سوسون دو. آره سوسون دیاس یا تو سویا اصلا باشه. بله به این دلیل بیشتر میرم کره و برمیگردم. دلیلش واسه آره کلیتش ای بود. آره رامبد
مرفتم کره داشتم میگشتم و از مناظر لذت میبردم و این تکنولوژی ها و میبردم عجب مردم پیش آقا وسط خیابون یه ما دستشوریمون گرفت. طبیعی هم هست توریستیم باش توریست باشیم ولی دستشوری که میاد یه لقه. بله آقا در یه جای زدیم رفتیم بالا گفتم سوسو انداخت واه اونم گفتن سوسی هده واه یعنی بیا بالا اشکالی نداره. آقا رفتیم ما گفتیم اجای جا ما همیشه بریم دستشوری یه جای نشون دادن ما در واه کردیم رفتیم تو خواه. مشغول بودیم ولی خیلی کار خودمون انجام دادیم طبیعی هم هست. بله آقا ما اومدیم بیرون دیدم 100 نفر پشت در جمع شدن خواه. میگن سوسیا سوسیا یعنی پیداش کردیم من پیدا کرده بودن کشف شده بودم رام بود تو؟ آره تو نگو اونا چرا دنبال تو میگشتن؟ اونجا یه دفتر فیلم سازی بوده ظاهرن داشتن پروژه امپراتور بادها رو کار میکردن خب من که رفتم اوتو همه شون جمع شدن گفتن ما امپراتور بادها رو پیدا کردیم. چرا رامبود؟ چرا؟ این دلیلشو برای ما بشکاف چرا به یه همچی کشفی رسیدن؟ خواهش میکنم یا ادامه نده؟ نه چه ادامه این میدون؟ کاری ندارم یا واقعا تو توضیح بده که چیه جریان؟ هیچی ما نمی اومدیم بیرون آقادیم 10 قرار داد هی میگفتن Lord of the Wings Lord of the Wings آره رامبود سری قرار داد امضا کردون چهار قسمت با پوسترش در اومده به جان خدا اینا نگاه کن آفری قشنگه؟ جناب خان عالیه رامبود عالیه رامبود اینا چی؟ به تبریک میگم سلامت من. باشی سلامت باشی رامبود ما دیگه پریدم ما حالا تو برو 10 نمیدونم نگاه رو نمیدونم قانون مورفی و اینا بساز ما جهان فتح کردم میفهمم پروژه بین المللیه به نظر یه سفر دیگه هم هست رامبود از کره ما یه بلیط گرفتیم رفتیم تایلند به عنوان یک مقصد توریستی خیلی رامبد یعنی پر از مناظر طبیعی ایور مناظر طبیعی اوور مناظر طبیعی درخت‌های بلند کوتاه رامبد اکثر درخت‌ها اونجا میوه‌هاشون خود استواییه میدونی دیگه تایلند خود استواییه اکثرا هم نارگیل میدادن از قدرت خدا اینا کو ما این اکویدی هاتی اونجا و اونجا دیوه در نارگیله یه سرود خیلی معروفی هم داشتن اونجا خیلی شاید برای شما آشنا باشه همه خیلی براشون هم خیلی سرود مهمی بود همه میگفتن گیاهه گل درخته گل گیاهه رامبود اصلا احساس قربت نمی‌کرد. ای جان. این متعلق به اونا بود نفهمیدم که مال تو اینا هست. نه ما اینجا سیاه نارگیله. اونا میگفتن گیاه نارگیل. اینجا گیاه نارگیل بود. آره. رامبود. ممنونم از پرنده هالای درخت ها بال میزدن. قشنگ رامبود تاووس و ماووس. از اون ور رامبود بلیط گرفتیم. سوار هواپیما شدیم. خب. رفتیم کانادا. الگوی زندگیم تو کانادا پیدا کرد. کی بود؟ بگو. رامبود. ما فهمیدم اگر بخوام مرد بزرگی بشم باید ای آغار الگوی خودم قرار بدم. که کی بود؟ یه مردی بود. رفاه مردم کانادا شدیداً براش مهم بود. یعنی تو ای اوضاع خراب ارزی، تو ای تحریما ای با بدبختی 3,000,000,000,000 تومان رام بود با بدبختی از مرزها خارج کرده بود برده بود اونجا برای رفاه مردم کانادا آفرین چه مرد بزرگی رام بود چه مرد بزرگ یه جا رفتیم مثلا تفریگا مفریگا اینا همچی جایی بود یه مثلا این چیزهایی بود میچرخوندن نمیدونم جتون میدونم چی کار میکردن این اونجا خیلی سرش گرم بود هی میومد یه شماره یارو بهش میگو آقا باختین این عین خیالش نبود دلار بود که میریخ ایور اوور یعنی اصلا من دیوونه شدم رام بود فهمیدم بخوام مرد بزرگی باشم باید خاوری باشم دست نداره آقای خاوری ماشاءالله دیگه تا
و برگشتی از اونجا به وطنت؟ آره؟ نه الان اونجا هستم. اون چه سوالیه؟ نه الان اونجا هستم. منظورم دیگه ادامه دادی سفرت رو یا نه؟ سفرهای دیگه دارم انشاءالله در برنامه های آتی اونا بایتون تعریف بکنم. عالیه، قربان سلامت باشی. خیلی ممنونم. قربان. تموم؟ خلاص. خلاص. خیلی ممنونم. رو به اون دوربین بگو یک دو سه بریم بیاییم. کدوم دوربین؟ اون دوربین که اون بالاست. اون بالاییه؟ آره اونجا. باش. یک دو سه بریم بیا.